یکی از درسای مهم و خیلی ضروری برای تمام امت اسلامی شناخت نواقض اسلام هست. نواقض اسلام یعنی به معنای نقص کننده و شکننده های اسلام و ایمان، اعمالی که انسان در کفر داخل میکنه، نعوذ بالله، ایمان و عقیده اسلام خراب میکنه و تمام نیکی های عمر انسان برباد میشه و انسان واجب الدوزخ و واجب الجهنم میشه، از اسلام بیرون میشه و کافر میشه، زنش طلاق میشه و ناکام دنیا و آخرت میشه. پس برای هر مسلمان فرض است و ضروری است که یکی از درسای مهم عقیده اسلامی نواقض اسلام هست، یعنی باید نقض کننده و شکننده های اسلام و ایمان بفهمه. مفصل به خدمت شما برادران و خواهران مسلمان و دین دوست مخلص و مؤدب این درس انشاءالله تکرار میکنم. از الله جل شانه خواهانم که برای خود ما توفیق بده که از برای همه ما و شما مسلمان ها که از عملها و حرکت های کفری و ارتدادی که سبب نقض ایمان و اسلام ما میشه اجتناب بکنیم و برای همه امت اسلامی این درس و این پیام به زبان های مختلف برسانیم تا که مسلمان از داخل شدن به کفر حفاظت بشه و مسلمان به دوزخ الله نره. مثل که ما و شما همه دوست نداریم یک ذره از بدن ما در آتش بسوزه و عذاب بشه، همونطور باید برای کل مسلمان ها همینطور یک گمان و یک فکر و برنامه داشته باشیم. اول نواقص اسلام در ذات الله جل شانه کسی را شریک کردن هست، یعنی نعوذ بالله معاذ الله مشرکین در ذات الله کسی را شریک میکردن، گفتم الله دختر داره، الله پسر داره، نعوذ بالله الله ولد و والد داره. الله جل شانه به ضد آیت مبارکه سوره مبارکه اخلاص نازل کرد، لم یلد و لم یولد، الله از کسی زایده نشده و کسی از الله زاده و زایده نشده. اول در ذات الله شرک و شرکا و شریک کردن این واقعه اسلام هست. یک. دوم در صفات الله جل شانه، در صفات الله کسی شریک میکنه. مثال الله بصیر است، سمیع است، عالم است. الله میبینه همه بندگان خدا، میشه صدای همه بندگان خدا، مخلوقات میشنوه و از ظاهر و باطن تمام مخلوقات خود الله جل شانه داناست. اگر کسی را بلا وسیله، بلا اسباب، بدون ذرایع و وسائل در صفات الله جل شانه شریک بسازیم، در این صفات یا تمام صفات باز مشرک میشیم و این از جزء نواقض اسلام است، در کفر داخل میشه انسان. باز نماز و روزه و حج و زکات و عبادت ها هیچ کدوم فایده نمی کنه که یک بار هم نواقض اسلام از انسان انجام بگیره یا سر بزنه. سوم در قدرت الله جل شانه کسی را شریک کردن هست، یعنی قدرت و زور مخلوق به صلاحیت خالق برابر کردن. مثل که سردی و گرمیر به تمام نظام کائنات الله میاره، شب و روز الله میاره، مرگ و حیات الله میاره، شفا و مرضی الله میاره و این صفات را، یعنی در قدرت الله جل شانه در تمام امور مختلف کسی را شریک کردن انسان مشرک میشه. چهارم. پنجم در اطاعت الله جل شانه کسی را شریک کردن، یعنی الله جل شانه هر چیزی که امر کرده و هر چیزی که نهی کرده، هر چیزی که حلال گفته، هر چیزی که حرام گفته، هر چیزی که کفر گفته، چیزی که ایمان گفته، چیزی که حکم دوستی داده، چیزی که حکم دشمنی داده، چیزی که حکم ثواب و اجر و پاداش داده و چیزی که حکم گناه و منکر داده، ایر باید ما با همو شکل که الله حکم کرده به روش رسول الله صلی الله علیه و سلم ایر بپذیریم و قبول داشته باشیم. اگر در اطاعت الله جل شانه کسی را شریک میسازیم، حکم غیر الله را مثل حکم الله میدانیم یا برابر به حکم الله میدانیم یا عین حکم الله را عبادت میدانیم و اطاعت میکنیم مثل که عین از امور الله، یا اطاعت میکنیم به ضد امور الله، این شرک در اطاعت است و در اطاعت الله کسی را شریک کردن جزء نواقض اسلام است. پنجم. ششم در محبت و خوف الله جل شانه، یعنی مخلوق را به درجه خالق دوست داشتن، محبت کردن، یعنی غیر الله را به درجه محبت الله جل شانه دوست داشتن، این شرک است. و از غیر الله ترسیدن به درجه الوهیت و ربوبیت، به درجه که از ذات الله میترسیم، از مخلوق اون اندازه بترسیم، این شرک در خوف الله است. شرک در محبت و خوف الله،
کسی را در محبت و خوف الله با الله شریک میسازیم. با غیر الله به حد محبت میکنیم که سبب میشه که ما امر الله را بشکنیم، سنت رسول الله را بشکنیم، پشت به امور الله بکنیم، تمسخر و انکار از امور الله صورت بگیره، یا در عقیده یا در عمل یا در تلفظ. باز این شرک در اطاعت است، شرک فی الاطاعه، شرک در اطاعت الله این انسان از اسلام بیرون میکنه و شرک در محبت الله و خوف الله. باید الله را از همه مخلوق بیشتر دوست داشته باشیم و بعد از الله اینقدر بترسیم، از الله به حد بترسیم که تمام مخلوق خوف و تمام مخلوق به اندازه یک ذره خوفی که از الله داریم برابر نشه. حتی از الله به حد بترسیم که بالاتر از جهنم، چرا جهنم یک مخلوق الله جل شانه است، رضای الله را به حد دوست داشته باشیم، بالاتر از جنت الله، هم جنت الله را بطلبیم هم رضای الله، چون بهشت الله پاداش است و الله پاداش دهنده است، پس خود پاداش دهنده بیتر از پاداش است. پس جهنم یک مخلوق الله است، از جهنم باید بترسیم و به الله پناه ببریم و بعد از خود ذات الله هم بترسیم، خوف در قلب داشته باشیم. پس محبت و خوف یا شرک کردن در محبت و خوف الله جل شانه ای هم شرک است، این هم از جزء نواقض اسلام هست. از مخلوق به درجه مخلوق ترسیدن و محبت کردن جایز است، اما به درجه خالق محبت کردن و ترسیدن بازی شرک است، این باز نواقض اسلام میشه. هفتم، با کفار موالات و دوستی کردن. دوستی کردن با کافر، مشرک، مرتد، منافق اعتقادی یا کفار حربی، این انسان به کفر داخل میکنه. موالات با کفار. هفتم، باید با کفار دشمنی داشته باشیم. هشتم، کافر را از مسلمان نعوذ بالله بهتر دانستن. هیچ کافری به شرافت مؤمن نمیرسه ولو که مؤمن فاسق باشه، ولو که گناهکار باشه. کافر کافر است، از کافر الله و رسولش بیزاری جسته، براءت من الله و رسوله. و دوستی با کفار انسان باز به کفر داخل میکنه. فمن یتوله منکم فانه منهم. هشتم و نوم، تکفیر نکردن اقسام کفر. اگر کافر کافر نگی، مشرک مشرک نگی، مرتد مرتد نگی، منافق منافق نگی، باز خود در کفر داخل میشی. چرا؟ آنجا که الله جل شانه حکم کرده که یعنی یا عمل کفر یا کافر کافر، الله حکم کفر داده و مشرک حکم شرک داده. باز تو اینا را کافر کافر نمیگی، مشرک مشرک، مرتد مرتد، منافق منافق نمیگی، یعنی تو نعوذ بالله حدود و امر الله را تو قبول نداری دیگه. تو میخوای نعوذ بالله به سر صفات عالم بودن الله نقد علمی بکنی و خود از الله عالمتر و فهمیدتر و هوشیارتر و دانستتر نعوذ بالله معاذ الله بدانی. پس نهم، تکفیر نکردن اقسام کفر. دوم، به تقدیر یا قضا و قدر الهی تمسخر یا انکار کردن. هر نوع حالات پیش بیاید در امتحانات الله جل شانه از جانب الله برای بندگان الله، یا سختی یا راحتی، یا فقر یا قنا، یا مریضی یا صحتمندی، یا قدرت یا ثروت، باز در این به سر تقدیر اعتراض بکنی و تمسخر بکنی و رشخن بکنی یا انکار تقدیر بکنی، دوم انسان به ارتداد داخل میشه، انسان از اسلام بیرون میشه، کافر میشه نعوذ بالله، مرتد میشه. یازدهم، به بهشت و دوزخ الله جل شانه تمسخر کردن، رشخن کردن یا انکار کردن کفر است. دوازدهم، به شعائر اسلام تمسخر کردن کفر است، انسان مرتد میسازه. مثال مکه مکرمه، مدینه منوره، بیت المقدس، مساجد روی زمین، اذان، ریش، حجاب زن مسلمان. یک کس به مسلمان، به ریش مسلمان تمسخر میکنه، همه فساد زیر این ریش شماست نعوذ بالله، ما این ریش قبول نداریم، این سنت طالب و داعش و القاعده است. سنت پیامبر را به گروه ها و حزب ها و تنظیم ها نسبت کنه، نه به پیامبر نعوذ بالله. تمسخر کردن به سنت انسان مرتد میسازه، کافر میسازه، جز نواقض اسلام هست. چرا؟ سنت شعائر اسلام هست، حجاب زن مسلمان، صف نماز جماعت، آیات قرآن، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم،
صحابه رضی الله عنهم اجمعین از واج رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار و تمسخر به اینها انسان مرتد می سازد. سیزدهم، حرام را حلال دانستن، حلال را حرام دانستن، انسان از اسلام بیرون می کنه، واقع اسلام است. چهاردهم، اسباب یا صفات فسق به ملائکه نسبت کردن یا ملائکه را فاسق گفتن نعوذ بالله، یا از حدود به ملائکه تمسخر کردن یا انکار کردن از ملائکه، این نواقض اسلام هست. پانزدهم، به انبیاء علیهم السلام تمسخر کردن یا رشخن کردن یا به رسالت و نبوتشان یا به خودشان، یا انکار کردن رسالت و نبوت یا خود انبیاء علیهم السلام، این انسان مرتد می سازه، کافر می سازه، از اسلام بیرون میشه. پانزدهم، شمزهم، جاری شدن حدود الله را بد دانستن، یعنی حدود غیر حدود الله وقتی که تطبیق میشه او را بد بدانه. مثال یک زانیه را که الله حکم سنگسار گفته سنگسار شد، شما بگیم این چی رقم حکومت صحرایی است و این محکمه صحرایی است و این فیصله صحرایی است و این چی دیوانگی است نعوذ بالله. یا دست کسی موافق به قرآن و سنت بریده شد، رجم شد، تعذیر شد، یا حدود الهی به سر او جاری شد موافق به شریعت، حدود الله را بد دانستن یا نفرت کردن از حدود الله انسان کافر و مرتد می سازه و زن انسان طلاق میشه و تمام نیکی های انسان از بین میره. یا اگر حدود بد می دانه حدود الله را، اگر 1000 سال با اون نماز هم بخونه کافر است. اجدعوم، قانون غیر الله را برابر به قانون الله دانستن، یعنی مثل قانونای امروزه، دموکراسی خود کفر است، قانون کفر است، چون حرام و حلال میکنه، حلال و حرام، حق و باطل، باطل و حق، دشمنای الله رو دوست میگه، دوستای الله رو دشمن میگه. اما قانون مخلوق را به قانون خالق برابر دانستن، قانون غیر الله را به شریعت و کتاب و سنت برابر دانستن یا مساوی دانستن، این هم اجدام نواقض اسلام هست. اگر کسی اینطور عقیده‌ای داشته باشه مسلمان گفته نمیشه، در کفر داخل میشه. باید قانون الله را قانون اساسی هر مسلمان بدانه و قانون غیر الله را برابر به قانون الله ندانه، چرا که قانون ساز الله است، الله ربی همه انسان ها و همه مخلوقات هست و او خوب میدانه که چیزی را امر میکنه و چیزی را نهی میکنه. نوزدهم، تمسخر کردن علمای دیندار و مخلص و حقگو و دعوتگران حق و حافظان قرآن و مجاهدین فی سبیل الله که موافق با قرآن و سنت و منهج صحابه عقیده اسلامی داشته باشند و به اسلام یا دعوت میکنن یا به حکم اسلام جهاد میکنن، یا مردم را از حق و باطل در مورد حق و باطل بیدار می سازن، علمای دیندار و مخلص و حقگو و ربانی و دعوتگران دین و حافظای قرآن کریم و مجاهدین فی سبیل الله را تمسخر یا رشخن کردن به نسبت دین، به نسبت شعائر الله، به نسبت امر الله و سنت پیامبر، او را تمسخر و حقیر و دانستن و مسخره کردن، یم انسان مرتد می سازه، از اسلام بیرون می سازه. بیستم، هیچ چیزی را از دین یاد نداشته باشی، هیچ چیزی را از دین نفهمی و فکر یاد گرفتن دین هم نداشته باشی، در صورت که عقل داری، سردی و گرمی می فهمی، شب و روز می فهمی، سری و گرسنگی می فهمی، پوشیدگی و برهنگی می فهمی، هیچ چیز از دین نمیفهمی و برای یاد گرفتن دین هم آماده نیستی، این نواقض اسلام هست، یعنی بی نیاز از دین میباشی نعوذ بالله. 21، به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر عمل هم بکنی او را بد ببری، مرتد میشی. عمل بکنی یا نکنی، اگر سنت بد بردی، سنت تمسخر و رشخن کردی، باز به کفر داخل میشی. مثل که بعضی مردم میگه، بعضی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که سنت عمل نکن که سبب فتنه میشه،
فتنه حرام است، سنت حلال است. اگر کسی بگه که سنت فتنه میاره در بین مردم، باز به این معناست که یعنی پیامبر را فتنه انداز معرفی کرده، نعوذ بالله. یعنی عمل پیامبر صلی الله علیه وسلم را حرام دانسته. پس 21 به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تمسخر کردن. هر سنتی که سنت بودن از او به نص سری قرآن یا حدیث صحیح یا اجماع صحابه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث ثابت شه، باز تمسخر و رشخند به او انسان مرتد می سازه و از اسلام بیرون می کنه. چرا؟ الله جل شانه در نص سری قرآن می فرماید در سوره نساء آیت 80، و من یطیع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت از رسول صلی الله علیه وسلم در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرده باشی. فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. هر کس پشت به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کرد، به راه و رویش پیامبر پشت کرد، ما تو را نفرستادیم ای رسول الله صلی الله علیه وسلم برای از او حفاظت کننده. یعنی تو به کسی نبی گفته میشه که او تابیدار سنت تو باشه، و کسی امت به تو گفته میشه که او اطاعت از تمام سنت های تو بکنه، نه 20% و 10% و 60%. و در سوره نجم الله جل شانه آیات 34 میفرمایه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ سخنی از پیش خونه میگه مگر آنچه که ما به او وحی میکنیم. یعنی عمل کردن به هر حدیث و هر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کردن به وحی است، به وحی خفی است. قرآن وحی آشکار است و سنت وحی خفی است. مخالفت به وحی کفر است. و الله جل شانه در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت کنیم از الله و رسول، ای کسانی که ایمان آوردیم. پس اطاعت پیامبر یعنی تابیداری از سنت پیامبر. پس تابیداری سنت پیامبر آیه قرآن است، امر الله است. و کسی که از به امر الله تمسخر میکنه یا رشخند میکنه یا او را بد میبینه، او انسان از اسلام بیرون میشه، مرتد میشه، در کفر داخل میشه. باید ما و شما کوشش بکنیم که از حرکات و از صفات نواقض اسلام پرهیز بکنیم. 22 از وطن پرستی به ضد کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ضد کتاب الله و سنت پیامبر از کشور خود دفاع کنیم. وطن پرست باشیم، الله پرست نباشیم، حق پرست نباشیم، به قرآن و سنت تسلیم نباشیم، به خاک تسلیم باشیم، به رسم و رواج ها و یعنی به ضد حدود الله از یک سرزمین دفاع کردن، این کفر است، نواقض است. چرا؟ موافق به شریعت دفاع کردن جایز است، مخالف به شریعت دوستی و دشمنی، قتل و قتال، حرام و حلال، برخلاف شریعت انسان از اسلام بیرون میکنه. مرگ مسلمان حرام است، اگر او را حلال میدنی از اسلام بیرون میشی. زبان پرستی بر ضد کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، میار حرام و حلال قرار دادن، میار کفر و ایمان قرار دادن زبان ها، به واسطه زبان جنگ کردن، قتل کردن، دشمنی ها کردن به یکدیگر، دوستی ها کردن. قوم پرستی، قوم برای تعارف است در قرآن، نه برای پرستش. به واسطه قوم خود شریعت ترک کنی، کتاب الله و سنت پیامبر ترک کنی، به ضد کتاب الله و سنت پیامبر استاد شی، در برابر با قوم خود یک جا بشی، به واسطه که قوم من ناراض نشه و الله و رسول امرش هم میشکنه، مهم نیست. رهبر پرستی، از رهبر خود دفاع کردن بر خلاف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج صحابه. رهبر به ضد دین هر چی گفت از دفاع میکنه. اینطور دفاع کردن انسان از اسلام بیرون میکنه. اگر رهبر موافق به شریعت چیزی رو بگه، شما زود دفاع کنیم، این جایز است، این مشکلی نداره. اما وقتی که به ضد قانون الله، شریعت الله، دین الله، یک رهبر، یک سیاستمدار، یک سرگروه، یک هر کس اگر یک امر کرد، شما از او اطاعت کنیم، شما از اسلام و ایمان بیرون میشیم، در کفر داخل میشیم. چرا او رو به درجه الوهیت، به درجه الله بودن و پیامبر بودن برابر کردیم؟ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، از مخلوق اطاعت نمی کنیم که به نافرمانی الله برابر بشه.
به ضد شریعت الله واقع شه، به ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم واقع شه. وقتی که به شما گفتن این آیه قرآن است، این سنت پیامبر است، نگیم که رهبر ما قبول داره یا نداره، نگیم که رهبر ما تایید میکنه یا رد میکنه، نگیم که در گروه ما هست یا نیست، نگیم که در مذهب ما هست یا نیست، نگیم که در حزب ما هست یا نیست. چرا؟ لا اله الا الله، هر امر الله رو میپذیرم، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میپذیرم. دیگه گپ و سخن هیچ کس نمیتونه دلیل بشه بروی سخن الله، بروی سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس سخن هر کسی که به ضد کتاب الله و سنت پیامبر اطاعت میکنی، باز او رو تو به درجه الله بودن و نبی بودن برابر ساختی. نعوذ بالله معاذ الله. و رهبان پرستی از استاد خود، از شیخ خود، از پیر خود، از امام مسجد خود، از ملای خود، از عالم خود، از مجتهد خود، از مصنف خود دفاع کردن بر ضد کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و منهج صحابه. هرچی الله و رسول امر کرده تو نمیپذیری، واسطه که ملای گروه ما، ملای حزب ما، ملای مذهب ما، ملای تنظیم ما این طور چیزی نمیگه. اتخذوا اربابا و رهبانا من دون الله. الله جل شانه میگه علمای خود را، رهبرای خود را، شیخای خود را، پیرای خود را برای خود اله نسازین، برای خود برای اینا درجه اولویت و ربوبیت ندین. اینها بین شما و امر الله فاصله ایجاد نکنن. اینها به هر چیز که خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه میفرماید که هر چیز بین شما و امر الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم فاصله ایجاد کردن، اون رب به شماست. هر چیز بین شما و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله ایجاد کردن، اون نبی شماست. هر چیز شما را از شریعت الله دور ساخت، فاصله ها را بین شما و شریعت واقع کرد، اون شریعت شماست. و شما روز قیامت به نمو حشر میشین. وقتی که یک کس میگه من مسلمان هستم، لا اله الا الله، باید تمام امور الله بپذیره. یک نفر کلمه رو میپذیره، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، قتال، دوستی، دشمنی، محبت، خوف، نذر، ذبح، قربانی، همه چیز از الله میپذیره، مطابق با قرآن و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه، اما یک آیت قرآن رو نمیپذیره. ای مسلمان گفته نمیشه. یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشه کافر است، چرا که اطاعت پیامبر قبول نکرده، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نکرده. پس شرکای که امروز، کفرای که امروز توسط سکولارها و دموکراتها و مسیحی‌ها در بین کشورهای اسلامی ترویج داده میشه چیست؟ قوم پرستی، وطن پرستی، مرز پرستی، خاک پرستی، رهبر پرستی، مذهب پرستی، گروه پرستی. به همین واسطه شریعت به یک طرف مونده، قرآن و سنت و دین در مابین کلی گروه ها توته توته شده و پارچه پارچه شده و کسی نمیگه که دین الله چی گفت، کسی نمیگه قرآن چی گفت، کسی نمیگه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت، کسی نمیگه منهج صحابه چی گفت. همه میگن که حزب ما، گروه ما، تنظیم ما، فرق ما چی میگه، در صورتی که قرآن این فرق ها و گروه ها و حزب ها را رد کرده. ان الذين فرقوا دينهم، کسایی که در دین تفرقه کردند و کانو شیعن، گروه گروه شدند، لست منهم، ای پیامبر تو از جمله اینها نیستی و اینا هم از جمله امت تو حساب نمیشن. انما امره الى الله، اینا برگشتون نمیشن به طرف الله جل شانه. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بعد از اون به اینا خبر داده میشه روز قیامت که چرا اینطور کار کردین. ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم. و ما بنده های الله هستیم. ما دین نباید از داخل حزب و گروه تنظیم ببینیم، باید حزب و گروه ها را در چوکات دین ببینیم. ما نباید دین بیاریم که سعی کنیم ای استاد ما، مرشد ما، رهبر ما، ملای ما، گروه ما تایید میکنه یا نمیکنه. باید دین ببینیم که دین اینا را تایید داره یا نداره، اینها را به معیار دین بشناسیم، نه دین به معیار اینها. دین کتاب الله است و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. پس شرکای مروجه که آمده ای هم جز نواقض اسلام هست و بعد ما و شما از اینها اجتناب بکنیم. این اکرمکم عند الله یتقاکم، بهترین شما کسی است که از الله جل شانو زیاد میترسه و با تقوا داره و پرهیزگار است. پس در اکثر کشورهای اسلامی امروز جنگ است به واسطه حزب، جنگ است به واسطه مذاهب، جنگ است به واسطه زبان، جنگ است به واسطه قومیت، جنگ است به واسطه رهبریت. و هر جنگی که به غیر
کتاب الله باشه، یعنی به واسطه حدود الله نباشه، به واسطه نافذ شدن شریعت نباشه، به واسطه نافذ شدن سنت و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نباشه، اونمو جنگ و اونمو مرگ، مرگ جاهلیت و مرگ بی ایمانی است. ما باید خود تسلیم بکنیم به قرآن عظیم الشان. ابو جل عرب بود، ابو طالب کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، بچه نوح علیه السلام بچه نبی زاده بود، ملا زاده و صوفی زاده و آقا زاده و سید زاده و اخوان زاده و تحریر زاده و این نفر گروه ها و حزب ها نبود، نفر بچه نبی بود. بچه نبی شریعت نمیپذیره، دین نمیپذیره. الله جل شانه میگه واجب الجهنم است، باید به جهنم الله بره. دیگه پیش الله کفر تخفیف نداره که کفر عالم است یا عوام است، کفر سیاستمدار است یا بی سواد هست، جاهل هست یا داناست. هر عمل که وقتی که به ضد شریعت قرار بگیره او ایمان میشکنه و انسان از اسلام و ایمان بیرون میشه. و هر روز باید ما و شما در ایمان خود نمره بگیریم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آمنه، با دوباره ایمان بیار. همیشه باید ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همیشه باید از الله جل شانو از کفر و شرک و ارتداد و نفاق به الله پناه ببریم و کوشش بکنیم که اعمال و صفاتی که او ایمان و عقیده رو میشکنه اندگه او رو ما اختیار نکنیم. از نور الله جل شانو و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت و اتباع و تابعداری بکنیم. الله جل شانو به ما شما توفیق بده که نواقض اسلام یاد بگیریم. و ما از الله میخوایم که همه برادران و خواهران ما که این کلیپ های درسی رو میبینن، بیل خصوصا این کلیپ درس نواقض اسلام، کوشش کنیم از روی کلیپ همیره، از روی درس همیره نوشته کنیم با کتابچه ها خوب خانه، به واسطه که یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار همیره تکراراً بین خود ما حفظ کنیم، تکرار کنیم تا که به ذهن ما بشینه و بمونه و اینطور نشه که خدای نخواسته فراموش بشه و اگر چیزی بیاد ما نباشه باز ما بیاد ما نمیمونه که کفر است یا ایمان است. باز از این پرهیز کردن هم بریم ما مشکل هست. پس یکی از درسای مهم عقیده نواقض اسلام هست که ایمان و اسلام میشکنه و بعد ما و شما از او شروط و صفات و حرکاتی که ایمان و اسلام ما رو میشکنه ما و شما از او پرهیز بکنه.